خونه رو به اسم خودش و با دست خودش ساخته. خدا رحمتش کنه، نوروز خان اسم جدم بود که رو من گذاشتن. معمار قابلی بود. بفرمایید. این در مال 100 سال پیشه، از الوار یه تیکه ساخته شده. تو این دالون آدم غریبه و نامحرم اگه کاری داشت همینجا منتظر میشد. البته حالا دیگه نه، حالا که الحمدلله همه محرمن. این گلو میبینی؟ خدا بیامرز در سفر شیرازش از سنگ تراشی های تخت جمشید نقشش ورداشته داده، 4 گوشه هشتی با آجر کار گذاشتن. این خونه بچگی رو گذروندم. از هر گوشه این خونه 1000 تا خاطره دارم. روی ناجورا اینقدر خط کشیدم، اکر دوکر بازی کردم. اینو بچه ها اینجا چسبوندن. هی میگم وردارین، میگن آقا جون اماله. بفرمید از این برد. به این درخت تاب بسته بودم. این درخت و مرحوم پدر بزرگم نوروز خان با دست خودش کاشته. این یکی و مادر بزرگم کاشته. پسرم و دخترم او بودن، عقدشون به عرش بسته شده بود. عاشق و معشوق بودن. این دوتا درخت و به یادگار عشقشون کاشته. اونا رفتن و اما درختاشون روز به روز شادابتر میشه. اینم یادگار دوره جوانیمونه. 17 سالم بود این یادگاری رو کندم. بابام وقتی فهمید، مادرم و فرستاد خواستگاری ایران جون. همسایه دیوار به دیوارمون بودن. اون هره رو میبینی؟ یه روز دنبال گربه کردم، اولین بار چشمم تو چشم ایران جون افتاد. دلم واسش ریسه رفت. بعدم که با هم عروسی کردیم و 30 سال داریم تو همین خونه با هم زندگی میکنیم. تو همین ایگون سینکش آفتاب میشستم مشق رج میزدم. روی پله ها با بچه های فامیل گرگم به هوا بازی میکردیم. به پسرها با یه دست میزدم میگفتم گرگی، اما دخترها رو بغل میزدم میگفتم گرگی 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 گرگی. یادش به خیر، مرحوم پدرم تابستونا اینجا پوست تختشو مینداخ. عاشق این ماهی های گل بهی بود که تو حوض میرقصیدن. دودون صدایی هم داشت مثل خودم. یادم همیشه شعرهای ملای روم و زمزمه میکرد. تو همین حوضخونه جدم با مجاهدین صدر مشروطیت جلسه تشکیل میدادن. خیلی از تیشه ها که به ریشه استبداد قجری خورد سرنخش از همین حوضخونه بود. چه روزای خوشی بود. هرچی فکر میکنم میبینم این خونه بهشت. پدرم در خونه باز بود. روزای عزیز 500 نفر تو این حیات اطعام میشد. شبای تابستون رو این سنگ چراغ با مردنگی میذاشتیم. تو این باغچه دیگ سمنو بار میذاشتیم. اتاقای روی ایوونو میبینی؟ زمستونا آفتابگیره، تابستونا سایه میشه. تو این تاق نماها داده بود نقاشی کرده بودن. مرحوم پدرم خیال کرد اینا قدیمی شده، داد روش گچ گرفتن. این بارفیکس هم همایون اینجا کار گذاشت. خلاصه هر کسی با سلیقه خودش یه دخل تصرفی تو این خونه کرده. اما با تمام اینا معمار باشی، آدم تو این خونه واقعا معنی زندگی رو میفهمه. کلنگیه این حرفا کدومه؟ این خونه به 100 تا از این خونه های نوساز میارزه. شما پهنای این جرز رو فقط نگاش بکنی، خونه باید استخوستش محکم باشه. دیدی گفتم؟ با این حال کلنگیه. شما دوروبر خودت رو نگاه کن، اصلا مشتفی نداره. ببین این خونه های جدید آدم جرأت نداره زیر شلوارش عوض کنه. از 7 خونه 70 تا چشم آدم نگاه میکنن. اما اینجا رو ببینی تنجو. ببین اینا درست، ولی این خونه کلنگیه. هی میگه کلنگیه.
به خدا اگه 1,000,000 تومان هم بدن این خونه رو حاضر نیستم بفروشم. آقا جونم از اون معمارای کهنه‌کاری الان حسابی باباتو نرم کرده. گمون نکن نوروز خان این خونه رو از تخم چشش بیشتر دوست داره. مامان اصلا بابا جونم هرچی کهنه است دوست داره. هرچی من از این چیزای کهنه بدم میاد بابا جونم میپرسته. اصلا بابا جونم کهنه پرسته. میدونی مامان جون اصولا بقیده من فی الواقع در هر حال اگرم به فرض این که پدرم چطوری بگم اگه خیلی اصرار داشته باشی که ما این خونه تو حرف نزن. معذرت میخوام من خودم درست میکنم. باید دم به دم بابام بدیم و نوروز خانو راضی کنیم همینجا بله رو ازش بگیریم. بفرمایید جناب آقای معمار باشی میفرمایم خونه نوروز خان کلنگی با. من زن و بچه خودم رو شاهد نمیگیرم چون اینا یه عمر تو این خونه زندگی کردن آشیونه خوشبختیشون بوده طبعا به این خونه علاقمندن. از دختر خودتون میپرسم عروس خانم خواهش میکنم یه دقیقه تشریف بیارین اینجا. به نظر شما این خونه کلنگیه؟ بله کلنگیه؟ بله ببینی عروس خانم شیشه ایره که جد من نوروز خان معمار باشی 100 سال پیش انداخته بود با یه تلنگر شکستی. پس کلنگی هم نیست تلنگریه. بله کلنگیه. کلنگیه یعنی چی؟ به هر خونه کلنگ بزنن البته خراب میشه. نوروز خان چرا اینقدر داد و بیداد میکنی؟ آقای معمار اومدن اینجا به ما کمک کنن. خواهش میکنم یه چیزی میل بفرمایین تا من برم یه استکان چایی بیارم. اصولا در واقع چطور بگم در هر حال هر کسی یه نقطه ضعف روحی نه که نقطه ضعف در هر صورت پدرم نسبت به این خونه حساسیت دارن. من از طرف ایشون از شما معذرت میخوام. بفرمایید دهنتون شیرین کنیم. بفرمایید من اگه عرض کردم این خونه کلنگیه قصد اهانت نداشتم. ما 30 سال آزگار سر کارمون با خونه کلنگی. خونه کلنگی از دور داد میزنه فرنگیز. بابا جان وقتی ما وارد شدیم به تو چی گفتم؟ گفتین کلنگی. گفتم کلنگی. معلومه که کلنگی. ممکنه آقای نوروز خان از اینی که من گفتم کلنگی ناراحت بشن ولی من نه. 100 تا معمار دیگرم وردارین بیارین اونا میگن کلنگی. برای اینکه واقعا کلنگی. نه خیر امروز همه ذکر کلنگیه گرفتن. فرض کنیم که حالا این خونه کلنگیه مهم این است که ما توش راحتیم. مگه نه همایون؟ خب البته تو این خونه راحتی؟ خب نه راحتیسی؟ راحتی؟ شایی آوردن شایی آوردن. بفرمایید. سلام مادر خیلی خوش آمدیم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام بفرمایید. اصلا راحتی خونه رو باید از کدبانوی خونه پرسید. ایران جون تو این خونه راحتی هم. من چه میدونم چرا از من میپرسی؟ از نازی بپرس. نازی جون تو توی این خونه آب و اجدادی یه سر سوزن ناراحتی کشیدی. محلش خیلی امولیه بابا جون. به محلش چه کار داری؟ مهم این است که ما توش راحتی. مگه نه همایون؟ البته اما در واقع چطور بگم عیبش اینه که عیبش اینه ماشین توش نمیاد. کاش عیبش همین بود. شوفاژ نداره تهویه نداره استخر نداره همون بابا نداره از همه بدتر کهنه از امولیه قدیمیه. جواب داریم بفرماییم. پی محکم داره اتاقای بزرگ تو در تو داره حیات فسقلی امروزی نداره همسایه مشرفی نداره صدای سرصدای خیابون و بوق ماشین نداره 1 ساعت خواب بعد از ظهرش میارزه به 100 تا از این آپارتمان های سر به فلک کشیده. عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. هنرشو اگه بخواین بدونین یه روز تشریف بیارین تو اون آشپزخونه دود زده یه قرمه سبزی بپزین تا بفهمین یه من ماست چقدر چره داره. بمیرم واسه دختر. آخ آشپزخونه خیلی مهمه. خونه یعنی آشپزخونه و اتاق خواب. این خونه که اصلا اتاق خواب نداره. این خونه 10 تا اتاق داره. تو هر اتاقش بخوابی همونجا اتاق خواب دیگه. آقای نوروز خان اتاق خواب باید حمام و توالت داشته باشه. پنجره رو به آفتاب و کرکره داشته باشه. شما پس برده میخواین عروس بگیرید؟ من که تو این خونه زندگی نمی‌کنم. حق داره عروس خانم. اتاقای این خونه هر کدوم یه صندخونه داره. درست. صندخونه شو جناب آقای معمار باشی تبدیل به حموم میکنن. همایون خوش برو حالیش کن. حالیشش دست به ترکیب این خونه نمیشه زد. کلنگ بهش بخوره گروم بخوابی داره. برای اینکه واقعا کلنگی. اصلا خرج کردن تو خونه قدیمی آفتاب خرج لحیمه. شما به نفعتون این خونه رو بفروشین زمین بخرین یه ساختمون مطابق میل جوونا بسازین. خب بله اخیره منم همینه. بفرمین به شرطی که بالای شهر باشه خیلی هم مدرن. شما امروز بالاره بگی فردا خونه رو فروختیم پس فردا زمین خریدیم پس اون فردا کلنگو میزنیم تمام. این حرفایی که میزنی واسه خودتون خوبه
واسه من همین خونه نوروز خان خوبه. تابستونش خنکه، زمستونش هم گرم و نرمه. من تو این خونه آسایش دارم. نه خونه میفروشم نه خونه میستم. یه باید ما آزگار این بابا رو آوردی و بردی چون هاتو رو زدین دم آخره میگین نمیفروشن. راست میگه بابا جون، خیلی بده اگه نمیخواستین بفروشین. از اولش میگفتین. من که از اولش گفتم شما این بابا رو به زور آوردین تو خونه، به زور از من قول نمه گرفتین. اگه محصدار پیدا نمیشد صد سال دیگه هم کسی نمیومد برای این خونه کرنگی گیرنگی 400 هزار تومن پول بریزه. راست میگه بابا جون، 400 هزار تومن راحتی که من تو این خونه دارم 1,000,000 تومن میاره. ده نده، شما هنوز معنی راحتی رو نمیدونی چه. با همین پول من برات یه خونه میسازم تا معنی راحتی رو بفهمی. راست میگه، دلم واسه اون حوض خونهش میسوزه والله. حوض خونم برات میسازم، اون گلایی که خودم پیوند زدم، اون درختای میوه، خلاص پاسیو میسازم که تمام سال گل جلو چشمت باشه. برو بریم، برو بریم، برو بریم. بفرمایید، بفرمایید نوروز خان، دفتری بیارین آقا امضا کنن. بفرمایید اونجا. اونجا بفرمایید، اونجا بفرمایی بیشه. معمار باشی جانم، اگه دل نگرونم منم هیچ اصراری ندارم. 300,000 تومن داریم میدیم یه خونه یه کلنگی میخریم. شما به این خونه میگی کلنگی؟ بله، خونه ای که 10 سال پیش از این ساختن کلنگیه، اینه که 100 سال پیش از این ساختن کلنگی نی؟ خونه ای که 10 سال پیش معمارای بساز بفروش ساختن کلنگیه، اما خونه ای که 100 سال پیش مرحوم حاج معمار باشه نوروز خان جد ایشون برای خودش ساخته کلنگی نیست. مگه کلنگ بهش کارگر میشه؟ بابا حوصله داری؟ به جون این یه دونه پسرم که از تخم چشمم هم بیشتر دوست دارم، اینو خودم هم نمیدونم. حتما مرحوم پدرت میدونست. نه اونم نمیدونست، 40 سال مو به موی این خونه رو واسه من گفته بود، اما این یکی رو نگفت. شاید اون نمیدونسته، ولی پدر بزرگتون حتما میدونسته. اون خدا بیامرز معمار بوده، اینا جزء اسرار معماریه. من میدونم این خونه چه استقاسی داره. بابا دیوارای خونه تا کمرش نم داره، این از رطوبت حوض پوسته روشه، مغزش مثل کبریت خوشه. بله بله. من از حیاتش خوش اومده که مشرفی نداره. حیاتش که خیلی باروهه، اتاقاشو نمیگی همه دلباز و آفتابگیر. ده منم برای همین محسناتشه که میخوام بخرم. خیلی معذرت میخوام. بله. من نرنجیدم. نه آخه بفرمایید، مبادا از من دلگیر بشینم. برای همین محسناتش که شما میخواین بخرین من نمیفروشم. نمیفروشم، فروشنده نیست. کجا آقای نوروز خان چیکار میکنی؟ بره در. خب راست میگه بدبخت، خونه تا کمرش نم گرفته، کلنگیه. حالا بفرمایید چای ملک بعد. آقا جون ما بیانه گرفتیم. بی زحمت بگین دو تا چای بیارن دفترم حاضر کنین. شما که نمیخواستی معامله کنی چرا گفتی سند تنظیم کنید؟ باطلش کن آقا جون، من اصلا خنم فروشنده نیستم. بفرمایید این 10,000 تومانی که برای قولنامه دادین. 10,000 تومان نیست و 20,000 تومانه. شما 10,000 تومان دادین، اینها اینجا نوشته. بفرمایید اون زیرش هم بخون، اگه من تو بزنم 10,000 تومانم رفته، اگه شما تو بزنید 10,000 تومانم باید بذارین رو. شما تو زدی، من که خریدارم، شما میگی نمیفروشم. خب منم فروشنده. پس مبارک ان شاء الله. بفرمایید بفرمایید امضا کنید، سندش حاضره. بیا رقم دفتر ببینم. آقا جون پولا رو کام مینام، دو کام مینام، بذار اینجا مینام داداش. همایون خان بعد این پولا رو بهشون مینام، بده من مینام. آها تموم شد. بگی ادا کام مینام، بنویس مینام. ثبت با سند برابر است. معطل نکن برادر دیگه، تموم کن کارو. ثبت با سند جد بزرگوارم منو ببخش. بها اه، مگه داری حکم اعدامتو امضا میکنی؟ قارشو بکن بریم دیگه. تموم شد. مبارکه. این زن
همینشه. 10 در 20 یه قواره کامل. اینجا رو میگی متری 700 تومن. بله دیگه. اینجا که بابا بیابونه که. همه جا اولش بیابون بوده، وقتی ساخته بشه شهر میشه. اونجا رو ساختن. اینجا صاب زمین میشه. ملاحظه بفرمایید اون طرف بنات ویلا سازی بکنن، 2 تا 3 تا نمونه ساختن الان بهتونشون میدن. نگاه کنید اون گوشه دیدی، اون طرف هم بنات بسازن. این خیابون زیرسازی آسفالت شروع شده. ملاحظه بفرمایید بنات بعدن روسازی بکنن، اون طرف هم سوپرمارکت میشه. چشم هم بذاری اینجا میشه وسط شهر. پس بفرش صابخونه رو صدا کن برکه خوشم پیش بگیر. نه بابا اینجا به درد ما نمیخوره. متری 700 تومن میکنه به عبارت 140,000 تومن. خب 60,000 تومن هم برای ساختمون میمونه دیگه. کجاش میمونه؟ 40,000 تومن که تو محضر بابت عوارض و مالیات و نمیدونم حق محضر گرفتن میمونه، زده 20,000 تومن. نه بابا اینجا به درد ما نمیخوره، اینجا ارزون تر میشه. اینجا قطعات 500 متری تفکیکیه با قباله متری 100 تومن. اینجا یه فلکه بزرگ میشه با حوض و آبنما. این طرف ردیف خونه های ویلاییه. اینجا یه خیابون 14 متریه که به کوچه های 10 متری پهن میخوره. اوه خوب شد که چی نشد، چیزی نشد. این قسمت هم پارک و تفریحات سالم میشه، یه پارک درندهش با تمام وسایل. صبر کن من خودم بهتر از تو بلدم. بلدی؟ صبر کن اینجا سوپرمارکت میشه، این طرف پارک کودک میشه، اینجا هم کودکستان و دبستان و دبیرستان میشه که انشالله گورستان بشه که خونه اول آخره بشه. اینجا محل تفریحات ساله. مسخره کردی بارو؟ چی شده؟ یا جایی ببر که اقلا 4 تا آدم حسابی دور و برش باشن. اینجا زمستون گرگ آدمو پاره میکنه. مگه شما زمین ارزون قیمت نخواستی همینه؟ بابا من یه زمینی میخوام که 4 تا ساختمون چه میدونم مثلا مثل اونجا. اونجا؟ اونجا خارج از محدوده است. اون وقت اینجا داخل محدوده است. آقا جون جان من یه جایی میخوام که داخل محدوده باشه، 4 تا ساختمونم دور و برش باشه که زن بچه من امنیت داشته باشن. اینجور که میخوایم ما فقط یه قطعه سراغ بفرمایید. اینم داخل محدوده. ملاحظه کنید 7-8 خونه ساختن، 3-4 قطعه زمین دیگه بیشتر نمونده. انتخاب کنید. آقا جون یکی انتخاب کنم، از کار زندگی افتادم. به بهترین جا آدم حظ میکنه. میگم اون چاله برم زندگی کنم. بعدش برای زیرزمین خاک برداری نداری. 7-8 طبقه زیرزمین بسازی خونه میاد کف خیابون. بابا متری 500 تومن باید پول خاک ریزی بدم. عوضش اینجا متری 200 تومنه. خب با خاک ریزیش هم متری 700 تومن میشه دیگه. نه بابا. بر آخر عمری ما رو تو این چاله چوله ننداز. از چاله خوشم نمیاد. من یه جایی میخوام رو بلندی. بلندی؟ اینم بلندی. از این بلندتر میخوای باید بری قله قاف زندگی کنی. والا مگه میشه رفت نگاه کن ببین نگاه آدم حظ میکنه. چی چی زمستون بعد؟ البته این ناحیه زمین کم پیدا میشه، اعیان نشینه. چند قطعه اون بالا حد بین مثل 1200 تا 1800 تومن. اگه براتون مناسبه بریم بالا. اون بالا واسه بوز کوهی خوبه. عوضش هوا داره، تابستونش خنکه. و زمستونش چی؟ میلتونه. ما همه جور زمین نشونتون دادیم. هر کدوم میخواین انتخاب کنید. بابا همون زمین متری 700 تومن اولی باز بهتر بود. سلام علیکم. قیمت این زمین چند آقا؟ متری 1200 تومن آقا جان. ایشون که فرمودن متری 700. بله اون دیروز بوده، امروز فرق میکنه. اگه برای زمینه بگو الان متری 1200 تومن مشتری پاش پاش. دیروز خودشون گفتن متری 700 تومن، مگه یادتون رفته؟ نه خیلی یادم نرفته، اون نرخ دیروز بود، امروز 1200. من نمیفهم این نرخ ها رو کی تعیین میکنه؟ بنده، شما، ایشون آقا. همین یارو یه ساعت پیش اومد 1000 تومن ندادم، گفتم متری 1100 تومن، الان 1200 تومن. یعنی بعد یه ساعت شده 1200 تومن. یعنی ساعتی 100 تومن رفته. بله بله قیمت زمین ساعتی میره بالا آقا جان، ساعتی میره بالا. حالا چیکار می‌خوای بکنی؟ نمیدونم والا نمیدونم. به نظرم بهتره برم همون خونه خودمو بخرم. 400,000 تومن. اشتباه میفرمایین، 300,000 تومنه. نجون شما 400,000 تومن. پریروز معامله کردیم 300,000 تومن. اون پریروز بود، 2 روز ازش گذشته. 2 روزه 100,000 تومن رفته روش. قیمت خونه روز به روز ترقی میکنه. من نمیفهمم والا، خونه روز به روز ترقی میکنه، زمین ساعتی میره بالا. پس تکلیف اون بنده بیچاره خدایی که میخواد یه آشونه و زن بچهش براهم بکنه آقا چیه؟
همش تقصیر شماست. تو خونه آب و اجدادیم راحت نشسته بودم، این بلا رو شما سر من آوردی. حالا بفرما درستش میکنم. چشم، اگه اجازه بدی من خودم درستش میکنم. برای این کار یه سورم میدم همین فردا. بفرما. ببین بابا جون، ببین این زمین به درد ما نیست. چرا؟ برای اینکه میخوان جلوش یه عمارت 20 طبقه بسازن. روز خان اگه بفهمه جلوی خونش 20 طبقه آپارتمانه، محاله بخری. یه سال دیگه میسازن، خبر نداره. بیا بریم دخترم، بیا بریم، صداشو در نیار. فرنگیس حد داره. من میخواستم تو این زمین یه خونه بسازم با به میل فرنگیس. البته نقششو یه مهندس تحصیل کرده یه آمریکا داده. خونه های آمریکایی رو من تو سینما دیدمشون، خیلی نازن. عالیه. یه ویلای دو طبقه، طبقه پایین سالن اتاق مطالعه، طبقه بالا 5 تا اتاق خواب. اتاق خوابش همون داره. هر اتاق یک حمام مستقل. وان گرگ با آب گرم دائم، هر شب قبل از خواب تو وان آب گرم میلمی، با اعصاب راحت به خواب میری. حرکات چیه نازی؟ خجالت بکش، درست میشه؟ بفرمایین دهنتون رو شیرین کنیم. آقا جون برای اتاق خواب نوروز خانم یه حموم شیک بسازیم. حموم و اتاق خواب واسه شما جوونا خوبه. واسه من یه اتاق دنج خوبه که بشینم مثنوی زمزمه کنم. یه حوزم اون وسطش باشه، فوارش بزنه. حالا راستی تو این نقشه شما حوز خونم هست؟ وام بگه خونه ای آمریکایی حوز خونه داره. چی زمین که داره؟ یه حوز میندازیم وسطش میشه حوز خونه. چه حرفا میزنن حوز خونه. نوچه زیر زمین خفه است. من یکی از اتاقای طبقه دوم رو درست میکنم با به سلیقه شما. منظره کوه دماوند رو در نظر بگیر. پنجره اتاق درست رو به این منظره باز میشه. به 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 بود و پفاره کنارشه. منظره جلو چشم تو، وسط کتابات میشین و صفا. میفرمودین داشتی مصطفی میشدی؟ عرض شود که خونه باید مطابق میل کدبانوی خونه باشه. شما از همه چی صحبت کردین جز از آشپزخونه. آشپزخونهش باید بزرگ و باروح باشه. بله خانوم، به نظر من آشپزخونه باید به اندازه یه سال نارخوری باشه. خونه کی تموم میشه؟ کلام نیکویی گفتین. بنده این خونه رو 5 ماهه تحویلتون میدم. جناب آقای معمار، ما تعهد کردیم از سه ماه هر چی دیرتر تحویل کنیم روزی 50 تومن گرایش بدیم. چی برادر، به این تعهدات عمل کرده؟ نه، من به قولم وفا میکنم. خیلی خوب، شما پول بریزین سه ماهه. آقا جون اینا که مشتری غریبه نیستن، شما اینجوری قول میدین؟ من قولم قوله، غریبه و خودی هم نمیشناسم. اگه ایشون سختگیری نکنن همه چی درست میشه. آقا جونم همه چی رو سخت میگیرم، در حالی که خیلی هم آسونه. من که معامله میزنم. خیلی آسونه. شما امروز معامله بکنین، من فردا کننگو میزنم. مبارکه.
انشالله عروسی همایون تو این خونه، عروسی نازی جون تو این خونه. مرسی. به خوبی و سلامتی انشالله. آقا جون اتاق خواب من باید بزرگ باشه. جناب معمار جان معمار، اتاق دخترک منو بزرگ بسار. کاغذ دیواریش قرمز باشه. کاغذ دیواری قرمز. چشم. آقا جون یه سرپوشیدن برای ماشین من. سرپوشیده. چشم. اتاقا همه باید قفسه داشته باشن. قفسه. چشم. وای خودتونم چقدر خوشحال. خیلی خوب میشه. اتاق خواب من باید حموم داشته باشه. حموم باشه عروس خانم. چشم. این یه خونه ایدئاله. من اگه میدونستم شما اینقدر خوشحال میشید زودتر اون خونه رو میفروختم و کلنگ رو میفروختم. من الان تصور اون روزی رو میکنم که خونمون ساخته شده، در بزرگ آهنی باز میشه و با ماشین وارد میشیم. اینجور که من میبینم این در بزرگ آهنی حالا حالا وانه میشه. بابا جون شما چقدر بدبین هستی. راست میگه بابا، باز گنده تر از دهن تف شدی. الان یه ماه از اون روزی که کلنگ زده میگذره تازه پیش چیدم. به قول آقای معمار باشی بنایی اولش سخت پیش میره، اما وقتی افتاد رو قطعه یه دفعه تموم میشه. این که قصه نداره بابا جون. بابا یونی نگهدار، من همینجا پیاده میشم. چشم. ببینم تو که شنبه ها کلاس نداشتی. با بچه ها قرار گذاشتیم درس حاضر کنیم. آزور تنها نروی خونه ها. خیلی خب خدافظ. زور خونه نمیرم بابا جون، با فرنگیس بیرون نهار میخوریم. بله خدا حافظ. جناب آقای معمارزاده سلام عرض میکنم. قربان. سلام بابا، حالت چطور؟ همین که خوب نیست، اما اگه شما به من مساعده بدین بهتر میشه. آقا گفتن تا 15 اون مساعده ندیم. شما که همیشه نما لطف دارین، این دفعه چهار رو جلو بندازیم. خب ولی ببینم چی کار میتونم برای. متشکرم دفعه. آقای رخصتی این زمینای بالای کرج رو تقسیم کردن میفروشن متری 50 تومن. اما سال دیگه میشه متری 200 تومن. من زمین متری یه شه دیدم که حالا شده متری 2000 تومن. ما همیشه ضرر بی پولی رو میدیم. بنده اگه شده پول قرض کنم، ما باید یه قطعه از این زمینا رو بخرم. کی پول داره که قرض بده؟ نوروز خان خوش به حال خونه‌شو 300000 تومن فروخته. سلام عرض میکنم قربان. سلام علیکم آقای فرصتی. امروز دیر تشریف آوردید. سلام عرض میکنم. ما دل واپس شدیم. یه دقیقه صبر کنید. خواهش میکنم، خجالت هم میدید. یار دارین اجازه بدین، اجازه بدین اینو بذارین زیرتون تا شما امروز چه انقدر تعارفی شدید آقای فرصتی؟ برای اینکه دوستتون دارم قربان. میدونین چرا آقای رخصتی؟ میدونم. برای اینکه تو این دنیای وانفسا این آقای نوروز خان بیریا به هم نوعش کمک میکنه بدون اینکه انتظار تلافی داشته باشه. این اخلاقو من از مرحوم نوروز خان معمار باشی جد بزرگوارم به ارث بردم. خدا بیامرز همیشه میگفت تا توانید نور به قبرش بباره. حقا که نوه یک همچه مرد بزرگی هستی. امروز از هرچی قرض بخوای میگه ندارم. ولی آقای رخصتی این مرد اینطور نیست. برای اینکه من معتقدم آدم وقتی میتونه باید به اطرافیانش کمک کنه. بله. که اگه یه وقتم احتیاج داشت بتونه به اینا تکیه بکنه. بله. مثلا من الان تو کار ساختمون افتادم. بله. بله. احتیاج به پول دارم. خب امیدم به شما دوستان دیگه. بله. اگه نفری 10000 تومان به من کمک کنی خب کار من بالاخره راه میفته. بله. بله. متوجه هستین آقای فرصتی؟ بله بنده بعد این پرونده رو تا یه ساعت دیگه رد کنم به آقای رئیس. بهتره در این مورد با آقای رخصتی صحبت بفرمایید. بنده در مدت این 30 سال خدمت فقط تونستم 5000 تومان پول کنار بذارم که اگر مردم و عمرم رو دادم به شما خرج کفن و دفنم بکنم. با شما. ببخشید. میخواستم راجع به تقاضاتون صحبت کنم. من باید هنوز نیومده. میخوای بری؟ تو بنا بود به مکاتبات خارجیمون رسیدگی کنی. باشه فردا بهتون قول میدم. تا فردا زمین هنوز دور خودش میچرخه. بابایی ملاحظه میفرمایید؟ 5 سال فرستادمش لندن، یلدلی تردلی کرده. 6 ماه دست از پا دراستر برگشته. عوض اینکه باری از دوش من برداره شب و روز دنبال دختر است. بفرمایید.
همان از دخترای این دوره و زمونه. یه وقتی پسرها دنبال دخترها میافتادن، حالا دخترها دنبال پسرها میافتن. مثل اینکه پدر مادر بار سر این دخترها نیست. نخیر، غیرت ها به باد رفته. یعنی همه خانواده ها اینطور نیستن ها. مثلا نازی ما ماشاءالله دختر دم وقته، اسم مرد که جلوش میری تا گوشش سرخ میشه. اما اینم همینجور، پسر سر به زیریه. پسر من فریدون ما اصولا لوس بار اومده. ناز پرورده است دیگه، یه دونه پسره. تقصیر مادرشه. و اما راجب تقاضای شما، من تعجب میکنم شما چطور تقاضای وام کردین. بچه ها دورم کردن، دارم یه آلونک براشون میسازم. به سلامتی. ولی حساب کتاب صندوق که دست خودتونه. 20,000 تومان که خیلی زیاده، بودجه نداریم، یعنی فعلا. ولی با 5,000 تومانش میتونم موافقت کنم. بیا نگاه کن. میدونستم با دختر قرار داره. بیا سوار شو، امروز با دست پر اومدم. برام چی آوردی؟ قشنگترین حرفای دنیا. میخوام برم پیش بابا. حالا تا آخر وقت خیلی مونده، میشه رفت تا جهنم و برگشت. تا بهش نمیشه؟ میشه، ولی پیدا نمیشه. شاعر کوچولو، تو کی میخوای دست از این خلگیریت بردار؟ وقتی که تو دیگه دستم رو پس نزنی. بیا بریم. نه، وقتی لبات میگیرم چشمات میگیره. حتما. حتما؟ نه، چشم دروغ میگه. چشم هیچ وقت دروغ نمیگه. عرض نکردم پسرتون رو بلند کرد. اینا دختر نیستن که سخترن. نوروز خان میدونه؟ همه میدونن جز نوروز خان. آقای فرصتی، من امروز دیگه قضیه رو به نوروز خان میگم، وجدانم ناراحته. این کار سه عیب داره. یکی این که جلو عیش دوتا جوون رو میگیره. من دیگه نمیتونم. دوم این که تفریح کارمندا از بین میره. بدتر از همه اوقات نوروز خان تلخ میشه و ما نمیتونیم ازش مساعده بگیریم. با همه این حرفا من امروز بهش میگم. امروز بهش نگیم. چرا؟ امروز میخوام ازش پول بگیرم، عصبانی بشه کارم عقب. بله آقای نوروز خان. بله. سلام عرض کردم. نخودی بخند. نوروز خان. سلام علیکم آقای معمار باشی. من نمیدونم امروز همکارای من چشونه، میرسن میگن آقای نوروز خان سلام علیکم، پشتشم هر 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 لابد یه چیز خنده دار دیدن مگه نه آقا رخصتی. گریه داره آقا، نه خنده. آقای نوروز خان بنده عرضی دارم. آقا من عجله دارم، من باید دارم مساله کار من واجب نه داره. به جون شما، یه آبرو در میونه. نه به سرتون قسم. موضوع چرا دهن منو میگیری؟ شیطون معرکه نشو آقا، بذار به کارم برسم. باشه باشه آقا، رخصتی آروم باشه. پول لازم داریم. چقدر میخوام؟ هر چی بیشتر بهتر. آخه من 40 تومان که بیشتر ندارم. خب همینی میدیم، پیراهن میخریم. نه ترس، تا زیر سقف میاریم، بعد از بانک وام میگیریم. بینیم اسمش با من، بینیم برای داره من این گوز نداره.
چمچینی؟ آقای نوروز خان؟ بله. باز که اینجا هم غلطه که. آقای معمارزاده، پس این بیلان چی شد؟ آقای رخصتی، پس این بیلان چی شد؟ دو هفته است که گذاشتم روی میزتون، باید امضا کرده باشین. تا حالا اینا هاش جلوی چشمتونه، بفرمایید. سلام علیکم. تماشا کن تمام جوهرا رو ریختم روی این بیلان. اصلا نمیشه. تماشا کن. آخه چی میخوای اینجا؟ اون لازمه. ندارم. کار لنگه. روز اول گفت با 70,000 تومان ساختمونی میارن زیر سقف. الان 140,000 تومان دادم، هنوز به زیر سقف نرسیده. آقای معمار باشی، دریغ از یک شادی. همش 5 تومن دیگه میخواد تا برسه زیر سقف. بقیه شو از بانک میگیری دیگه. چی میگه از بانک میگیری؟ مثل که بانک مفتی میده. من بیچاره باید قسط هست و فرشو بدم. قصه نخورین آقای نوروز خان. از قدیم گفتن پول عروسی و خونه رو خدا میرسه. فعلا که خدا داره جون منو به لبم میاره. آقا رخصتی، یه دقیقه بیا، بیا. خبر اونجا در پنجره شما بود. چی یه جریانی که اصلا به شما مربوط نیست. چکا بنویس بخوام بابا برم. 10 تا تک تومنی تو حسابمه. چی رو بردارم بنویسم؟ تاریخ دار بنویس، من خوردش میکنم. چک بی محل بنویسم؟ من هم چیکارا نمیکنم. بی محل که نیست، یه ماه دیگه از بانک میگیری میریزی به حساب. این چکو خودت بنویس، یه ماه دیگه بهت میدم، بریز به حسابت. این قلم و کاغذ کجا گذاشت؟ اون چکو درش بیار، درش بیار، بده من این چکو. بگی برام من بنویس، بینم بنویس، بینم بنویس، نترس بنویس. کشتی من بنویس. بابا من چک بی محل تا حالا ننوشتم. اومد خجالت هم نمیکنه جیان، چه عشق میکنه جیان. خدا جیان هم پسر خیلی بوده، حیان و خوردن آبرو رو قرد دادم. اگه این تیکر دست تو میدیدن و درست قردش منم همین جالت هم خوب چیزیه بابا نارو میتونم شد شدگانه دست رو بکش بهتر ببینم. ایمون هم بریم از ناجی، تکلیف این قضیه همین امروز باید روشن بشه. تکلیف روشنه. من با شما کاری ندارم، با پدرتون طرف هستم. آقا تکلیف باید روشن بشه. تکلیف روشنه؟ برای پسر شما روشنه، برای دختر من تاریکه. برای دختر شما روشنه، برای فریدون و بندم روشنه. پس فقط برای من تاریکه؟ بله، دختر پسر جوونن، همدیگر رو دوست دارن، با هم معاشرت میکنن. این خیلی روشنه. بعدم دلشو میزنه ولش میکنه، اون وقت تاریک میشه. چرا؟ اون میره زن میگیره، اونا میره شوهر میکنه. پسر شما میره زن میگیره، اما برای دختر من شوهر پیدا نمیشه. بنابراین برای شما و پسرتون روشنه، اما برای بنده حقیر و دختر بدبختم تاریکه. آقا من از معاشرت با دختر شما لذت میبرم. دیدن این دختر برای من مثل دیدن بهشت و موعود برای شما. یکی شدن دو موجود گناهه؟ نخیر ثوابه. کبابش هم دختر بدبخت منه. دختر شما هم همینو میگه، اونم لذت میبره. دختر من غلط میکنه. من اجازه نمیدم بنازی تو این کنید. باری که به دختر من دست نزن. آقا جو خواهش میکنم که بزنم اون دکنم. خواهش میکنم اعصابتون رو کنترل کنی. خواهش میکنم بریم بشینیم، بریم بشینیم. حیف که پسر این پدر هستی. متاسفانه پدرتو از قلبش همیشه به عنوان یه دستگاه تنظیم کننده گردش خون استفاده کرده. بس کن، خواهش میکنم. قربون شما که همیشه از قلبتون به عنوان کاروانسرا استفاده کردی. بله قربان. چای برده بیرون. چشم. من حال شما رو میفهمم، اما احساسات این جوانا رو هم درک میکنم. دنیا عوض شده، ما باید با جوانا تفاهم بیشتری داشته باشیم. هیچ کجای دنیا دو نفر به خاطر اینکه عاشق هم دیگر محاکمه نمیکنن. آقای عزیز، شما نمیتونید به دخترتون بگید با دیوارای اتاقش معاشرت کنه. خواه ناخواه دست یک نفر میگیره و به نظر من این نهایت سلامته. هر کس از واقعیت وجود شرم کنه مریضه. خب اگه یه گندی بالا اومد چی؟ چرا اسم میشه میذارین گند؟ پس بذارم گند؟ اصل، بگید نافترین غزل. لابد خودتونم ماه اصل داشتید. ماه اصل منم میدونم، اون بعد از ازدواج. چی میشه؟ برین کنام. من خودم با شما هم بشناسم، پیوند زناشویشون محکمتر میشه. بشناسن اما ندیگه از هر جهت. زندگی لگد کردن پای یه کابر نیست که بشه با یه پوزش ازش رد شد. به اعتقاد من دخترها همسر و هم نفس آینده شون رو باید از هر جهت آزمایش کنن.
یاد اون روزا بخیر که زن با چادر سیاه میرفت خونه شوهر با کفن سفید میومد بیرون. فقط یادش بخیر. دنیا به عقب بر نمیگرده. دوره ما زن و شوهر اول دفعه تو هجده هم دیگر میدیدن. شاید هم برای همین بود که چهار تا زن میگرفتن تا یکیش مطابق میلشون در بیاد. ما یه کفش میخواییم بخریم، به 10 تا مغازه سر میزنیم، 20 جور کفش رو انتخاب میکنیم تا یکیش رو انتخاب میکنیم. کاملا درسته. کفشی که ازش فقط 3 ماه استفاده میکنیم باید قشنگ باشه، راحت باشه، تنگ نباشه، گشاد نباشه. قبول کنید آقا، تا پامونو توی 10 تا کفش نکنیم کفش مورد نظرمونو پیدا نمیکنیم که نمیکنیم. آقا مگه دختر من کفشه که شما باتونو لا 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 لا. آقا جون اگه ریگی به تای کفشت نیست، مرد و مردونه بیا جلو صحبت کن. دختر من پدر داره، مادر داره، خونه داره. دختر سرایی نیست که همجوری دستش میگیری ببری تو باغ. اون چی که مسلمه پسر من و دختر شما به هم علاقه دارم. ممکن این علاقه به ازدواج ختم بشه. بذارین سیر طبیعیشو طی بکنه. اول عقد کنن بعد سیر طبیعیشو طی کنه. اگه فریدون مایل باشه من حرفی ندارم. خیلی خوب. اگه حتی یه روز با آخر دنیا باقی مونده باشه، میخوام اون روز با نازی باشه. آقا جون من نمیفهم تو چرا شعر میگی؟ بالاخره باشه یا نباشه؟ اوکی. که چیه؟ همین الان نورس خان، اوکی به انگلیسی یعنی موافقم. برو بیرون، تو چرا گوش بکسدی؟ چرا اینقدر جیغ میزنی زن؟ میکنم، تو داری پسرمو بیچاره میکنی، جیغ میکشم. بس کن مادر، مسخت ما میشنوم. جهنم که وقتی تو جیغ میکشی تنها راه نجات خودکشیه. برو خودتو دار بزن. تماشا کن، وقتی میگم این پسر هنوز وقت زن گرفتنش نیست. شکستن گلدون چه ربطی به زن گرفتن من داره؟ ربطش اینه که هنوز نیومده نفسش دامن منو گرفته. شما چه بخواین چه نخواین من با این دختر ازدواج میکنم. پس بی خود خودتون سباش نکنین. اگه تا فردا صبحم جیغ بکشیم من این دختره رو میگیرم که میگیرم. هیچی به پسر خود سرت نمیکی. تو خود سر بارش آوردی. اصلا حالا موقع زن گرفتنشه، خودش و بال گردن ماست نیست؟ درسته، ولی خب ولی نداره بلند شو یه چیزی بهش بگو. آخه چی بگم زن؟ چیزی بهش بگو دیگه. بر 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 بر. چی گفتی؟ یه چیزی. آخه چی؟ یه چیزی. چی بهت گفت ها؟ یه چیزی گفتی یا؟ آخه چی؟ یه چیزی. چی گفت؟ همینو. چی؟ گفت یه کاری نکن که جیغ بکشم. اگه غیر از دختر آقای سمسام هر کیو بگیری جیغ میزنم. قاعدتا من نمیخوام برم تو اجله، نه شما. لطفا برای مامان ترجمه کنین. خب راست میگه، اون میخواد زن بگیره، تو که نمیخوای بگیری. آره زن مال اونه، اما عروس گدا گشنه آبروی من میبره. آبروی من مهم نیست؟ آبروی مامان مهم نیست. مامان همیشه در قضاوت عجله میکنه. نه دخترو دیده، نه خانواده‌اش میشناسه، نه خونه‌شون اومده. فقط میگه نه. این نه شما هیچی رو عوض نمیکنه. 4 تا خط شعر گفتی، خیال میکنی حافظی؟ حالا تو روی خودم هم وای میسی؟ آقا دیگه عقل کل شده. بس دیگه مامان. اگه عقل داشتی که شاعر نمیشدی. من شاعرم، برابرتون مثل آینه. در آینه همه تون نعره میکشین. آری تمام نعره های شما وصل و قافیه است. برو با اون شعرت. چه اشتباه بزرگی، چه اشتباه بزرگی. به شاعرانه ترین لحظه هایم میخندید، چون گرگ پیر در آینه نعره میکشید. مرا نمیفهمید، مرا نمیفهمید. مامان بهتر اول دختر و خانوادش رو ببینی بعد نظر بدی. شاید این شاعر دیوونه این دفعه راست میگه. راست میگه، تو که خانوادشون رو ندیدی. دعوت کردن که من نرفتم. بله شما رو فردا دعوت کردن. من اومدم بگم که شما جیغ کشیدین. غلط کردن، منو دعوت کردن. اگه من دعوت کردم غلط کردم. آخه اینجا جای مهمونیه. ما خونه داریم، زندگی داریم. کدوم خونه، کدوم زندگی؟ اتاقا همه خالیه. همون اتاقای خالی 100 بار از این سنگ و کلوخ بهتره بالا. اصلا حقش بود دعوتشو میکردین کاباره. آره نه اینکه خیلی پول داریم. راست میگه بابا جون، من یه کاباره میشناسم قسطی میگیره. برو بابا، حالا خیلی قسط کم داریم، بیا ما به ما قسط کاباره رو هم بدیم. همینجا از همه بهتر، هم ارزون تموم میشه، هم میتونیم پوز خونمونو بدیم. چرا کتتو نمیپوشی؟ هنوز که نیومدن، وقتی اومدن میپوشم خانم پوزی. امروز چه خبره معمار بشی؟ بله برونه.
نوروز خان، شیرنی بچه ها یاد نره. خیلی خوب، مهمون که رفتن، هر چی مون میدیم به بچه های شما. چشم. تو رو خدایی معمار رو دست به سرش کن. میترسم جلو آقای ناجی و خانمش آبروریزی کنه. آخه خانمش خیلی سطح بالا. چرا؟ جیغ میزنم. چشم، چشم. میخوای آبروی منو ببری؟ نه، میخواستم خودتو ببرم. روز اول آشنایی بدون رانت. آقای ناجی و خانومشون روز اول آشنایی با خانواده عروس، اونم بدون رانت. افتضاح. ریختشون ببین، کراواتشون ببین. صد دفعه گفتم اون کراواتی که از پاریس آوردن بزن. اصلا یه همچین روزی باید لباس اسپورت بپوشی. برخورد اول خیلی مهمه. هنوز نمیفهمی. موهاش سفید شده، هنوز این چیزا رو نمیفهمی. آقای مهندس. بگیر بذار تو گلدون. همه یه شاخه گل گرفتی؟ مامان تک گل دوست داره. این دیگه چیه؟ مامان ویسکی دوست داره. ای چرا همچی میکنی؟ مامان خورمانو دوست نداره. ای با خاک به سرم، چرا خورمالوها رو دور میریزی فرید خان؟ میگه مامانش خورمالو دوست نداره. نوکر چی شد؟ ها؟ پیش خدمت هتل ساعتی 40 تومن میخواد، 3 ساعتم کمتر نمیاد. خاک بر سرم، چه آبروریزی شده. ببین یه کار دست تو سپردم و بی عرضه. مگه شما پیش خدمت نمیخواید؟ من از چوب پیش خدمت میترشم. گوش کن همایون، برو به نوروز خان بگو تا مهمونا نیومدن این مهمونا رو دکش کنه بره. باشه. این کدش هم بهش بده بپوشه. زود باش. چشم. بدو. اگه 2000 تومن دیگه جیر کنی میتونیم با این پول. دقیق از یک شی. بابا جون، مامان گفت اینو بپوشین. بیا. چی؟ چی میگی؟ من نمیفهمم. من فهمیدم. دیگه. پول داره. چیه؟ ها؟ میماره رو. چی میگی؟ کلا چیه؟ بیا اینجا. ها چیه؟ بابا این میماره رو دکش کن بره، آبرومونو میبره. خیلی خوب، خیلی. ببین باید خیلی مؤدب باشی، فهمیدی؟ سینی چایی رو اینطوری دستت میگیری، فهمیدی؟ اولم تعظیم میکنی، بعدش هم اول چای رو به خانوما تعارف میکنی. آفرین پسر خوب، حالا برو ببینم، برو ببینم چیکار میکنی. شما اگه کار دارین میتونین تشریف ببرین، میتونین تشریف ببرین. کار که دارم، اتفاقا خیلی هم واجبه، اما فامیل به درد یه همچی وقتا میخوره دیگه. منت سر طول نمیذارم، میمونه. آقای معمار، ما مزاحم شما نمیشیم. اینطور که معلومه اینا ممکنه تا یه ساعت دیگه هم پیداشون نشه، بلکه هم دو ساعت. بفرمایید، هر جور میل شماست، فقط باعث گله نشه. اختیار دارین آقا. فریدون خان بابا چه خبره؟ فریدون خان این موزیک رو یک تو کمش کن، بابا گوش آدم کر میشه. مامان موزیک دوست داره. امروز هر کاری میکنم به خاطر مامان فریه. هر چی مامانش دوست داره باید فراهم کنه. اومدن. چه به موقع رسیدن. خوب شد نرفتم. و نه آقای معمار، هنوزم میتونیم برینا. دیگه تو صف باشی. همایون برادر نازی، کده نازی، مادر نازی، خوش آمدی. و آقای نوروز خان. بفرما
بفرمایید. خیلی ببخشید که اینجا از شما پذیرایی میکنیم، همش تقصیر نوروزخانه. هر چی گفتم ما خونه داریم، زندگی داریم، میگه نه الا و للا که باید از مهمونای عزیزمون سر ساختمون پذیرایی کنیم. حالا ان شاءالله ساختمون که تموم شد، اون وقت باید پذیرایی مفصلی بکنیم. طبقه پایین یه سالن بزرگ ساختیم برای پذیرایی. اتاق خواب بفرمایید، خواهش می‌کنم. طبقه دوم 5 تا اتاق خواب، البته هر کدومش یه حمام جداگانه داره. همه بی ریا هستن دیگه، چه کنیم؟ ما که نمی‌خوایم پوز بدیم. آرچیتکتتون کیه؟ بنده؟ سلام عرض کردم، شما متوجه نشدین؟ چاکرتون کریم آقای خوشخورد معمار. ما مثل شما تازه با این خانواده آشنا شدیم. منتها شما مادر دومادشونین، من پدر عروسشونم. مادر دوماد انبونه باد. البته تقصیر ایران خانمه که ما رو به هم معرفی نکردن. بله، دخترشون لیسانسی هست. با همایون جون ما تو یه اداره کار میکنن. بله همینطوره. البته آقای معمار باشی تو کار خودشون خبره هستن. به جون شما، به جون یه دونه دخترم تا حالا 50 تا آپارتمان ساختم. در کدوم ناحیه؟ سرسبی؟ سرسبی؟ آره، پر جمعیت ترین ناحیه پاتخت. ببرون جمعیت. اگه بگین یکی از این ساختمونای من چیکه کرده یا پیش تکون خورده، ابدا. شما چه ایمه؟ مرسی، میل ندارم. این مهندسای تازه به دورون رسیده خونه هایی میسازن که سر دو روز چای مستراش گلاب به روتون پر میشه. گلاب به روتون پر میشه. اینا این کاره نیستن. به ساز و به فروش نیستن. باید بکنم برای دنبال کار دیگه. یه دقیقه بیا. الان حرفم تموم بشه چشم. میترسم نسبت به سرکار علیه خانم بی حرمتی بشه. خونه میسازم برای پازلابش لوله 7 میذارم. خانواده 8 نفری گلاب به روتون، روم به دیفال، بی ادبی میشه. روز یه دفعه هم بخوام برن دستشویی، خب گلوگاه چاگیر میکنه. حالا وای به موقعی که این خانواده 8 نفری مسمومیت غذایی پیدا کنن. خلق میزنه بالا. این مجنون مهربونیه. مامان همیشه به من میگه شاعر دیوونه، اما هیچ وقت دست من رد نمیکنه. خواهش میکنم بفرمایید. مامان بفرمایید. نمیخوام. خواهش میکنم. مامان تیغ میزنم. شما هیچی میل نکردین خانم؟ نه نه، اصرار نکنید. اصغر برو یه چند تا چای ورده بیا. رو چشمم قربان. معمار بیا رد کن برن آخه. یه چیزی میل کنید. در این سر کارتون، مگه اینجا سیم نماست؟ با تو هم پسر، عوض این که واسطی بره بر نگاه میکنی روی اون سیمانه یه خود آب بریز ترک نخوره. مرد شو قیافه چه تیکته ببره، اون برم بریز جونم مرد مرده. او شیعه ها ما کن بله. بس پول لازمه؟ ندارم. پول لازمه؟ ندارم 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 ندارم. سلام. ایبا چرا نمیفرمایین تو؟ اینجا منزل خودتونه. منزل خودمونه، ولی اختیاردارش نیستم. الان 10 روزه از موعد تخلیه. شما حق دارین آقا، والا به خدا ما سر این ساختمون جونمون به لبمون رسیده. همش تقصیر این معمار باشیه که هی کارو کش میده. پدر آمرزیده وقتی پول نباشه کار میخوابه دیگه. تقصیر این نوروزخانه که به موقع پول نمیرسونه. من که هرچی پول داشتم دادم، اساسیه خونم هم فروختم، مصالح خریدم، دیدم تا اسکناس چاپ کنم. هر کی خونه میسازه باید فکر خرجش هم باشه. معمارم باید بدونه که ساختمون چقدر
خرجش میشه. روز اول گفتی 200000 تومان. تا حالا 350000 تومان دادم، هنوز به نازک‌کاری نرسیده. تقصیر من چیه که مسائل که روش شده ده؟ ببین این آخرین پولیه که تو کیف من باقی مونده، 500 تومان. دیگه هم ندارم ها. عصبانی نشید، روی هم دیگه رو ببوسین و دعوارو بذارید. این 500 تومان که برای ساختمون پولی نیست. پولی هست یا نیست، درست که کار تو رو راه میندازه. برو به کارت برس بابا. برو به کارت برس. باخه با کدوم پول؟ با همین 500 تومان. دیگه کدوم 500 تومان؟ از یه طرف میگیری، از یه طرف میذاره زیره. شما نیدی؟ چرا اینجاست؟ من بابت طلبم برش داشتم. شما برداشتین؟ هر یه روزی که از موعد اجاره بگذره 50 تومن باید کرایه بدید. 10 روز گذشته میشه کدوم 500 تومن؟ چرا پرت میگی؟ شما خودت تو معذرت تعهد دادی، امضا دادی، حالا میخوای بزنی زیرش؟ ببین هر چی میگشم زیر سر توئه. تو خونه خودم راحت نشسته بودم، حالا 200000 تومن رفتم زیر بار قرض. اساسیه خونم به باد رفته، خونم هم تموم نشده، روزی 50 تومن باید کرایه خونه خودم بدم. من به خونه آبا اجدادیم کرایه نمیدم. دیگه برو به کارت برس. نمی کنم، همین پس فردا اسباب کشی می کنم. ایوا خاک به سرم، کجا اسباب کشی می کنم؟ چرا میدونم؟ میرم تو همون خراب شده که این نامعمار واسه ما ساخته. زود باشین، زود باشین، الان صابخونه با اساسیاش میاد. به ما چه کلام میاد؟ شما سه ما کرایه پیش از ما گرفتید. اینا برو بعدن یه تعطیل واسه تو میدم. بده قربون خالد برم رای. بده جان. حالا ما امشب کجا بخوابیم کریم آقا؟ امشب رو یه جوری سر کنیم، من تو فردا براتون جا پیدا میکنم. آقا پس من چی؟ تو؟ بیا خونه. افراد بشه میکنی؟ آره بگی زودی اگه شما ها اتاق نمیخوان بچه ها، من یه ساختمان دیگه نیمه کاره امروز میدم در پنجره یه اتاقش بزنن که شما فردا بتونن اسباب کشی کنید. متوجه شدی؟ هزارتون کرایه سه ما پیش دیم رد کن بیا. اده نه بابا جون، اون ساختمان تا سه سال دیگه هم تمام نمیشه. برو باره بینم، برو برو با هم بیده دیوار حرکت کن، برو یادم ببینم بودو خدا نگذره. سلام سلام علیکم کارشو نزی بیا یه کاری بکن. همش با این دختر من کار داره. برادر من شیرنی خوردشه دیگه. تو هم با هزار بدبختی یه پولی جور کردم. باز که داری نگاهشون میکنی ببریم. من تونستم این 30000 تومن رو تهیه کنم، منتها نمیخوام بابات بفهمه که من دادم. فیری تو چقدر خوبی، از کجا آوردی؟ هدیه یه مامانمه. انگشتر برلیانا من چیزی ندارم. من خانومم، خیلی هم خانومم. ساکت. 100000 تومان برای من مهم نیست، اما تو خونه من نباید دزد باشه. من خیلی خانومم، تو همیشه چای میدزدی. باید بدونی که من خیلی خانومم، تو همیشه قند میدزدی، تو بنزین ماشین دزدیدی، تو یک دفعه سوزن نخ دزدیدی. من دزدیدم خانوم بازم. تو از باغچه گل چیدی. تو میدونی من کیم؟ شما خانومی. نه خیر، من خیلی خانومم. تو چوسفیل دزدیدی. میدونی انگشتر برلیانمو دزدیدم. نه اونا ندزدیدم، من برداشتمش. بده به من. فروختمش. مامان من
لباس کجا آویزون کنم؟ چه میدونم، گل اون میخ. نه خیر، اون میخ مال منه. این میخ مال همه است. آخ، دیدی؟ من نگفتم اون میخ مال منه. خیلی خوب، بیا، مال تو، مثل که نوبرش رو بردی. لباسم خاکی شد، نگاهش کن تو رو خدا. ببین چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ توزی لباس خودم چی؟ لباس خودت بدگرد. بس تو دیگه، شما هم وقت گیر آوردی. هزار جور بدبختی داریم. از تو هشت اتاق اومدیم توی اتاق خشک و خالی. همینجا باید بپزیم، همینجا باید بخوریم، همینجا باید بخوابیم. اون وقت شما سر یه میخ دارین دعوا میکنی؟ آقا تلخی نکنیم بابا. مگه میخ نمیخوای؟ بیا اینم یه میخ دیگه. آخه یه دونه میخ با چه دردی میخوره؟ چه دردی رو دوا میکنه؟ من چند تا میخ میخوام. خیلی خب بابا، بیا اینم یه میخ دیگه. بابا خفن کردین بس که راجع به میخ حرف زدین. همش تقصیر خودت نوروز خان. اون خونه هشت اتاق داشت، آوردی اینجا آلاخون بالاخونمون کردی که چی؟ راست میگی آقا جون، چهار نفر آدم تو این اتاق، خب چه جوری زندگی کنی؟ تقصیر شماست آقا جون که خونه رو با عجله آخر منو گرفتی بردی محضر. آخه یه مرد عاقل و پخته مگه عقلش رو میده دست یه جوون خام؟ شب و روز به من قر میزدی که بچه‌ها خونه مدرن میخوان. بابا من زن به قول تو ناقص العقل یه چیزی گفتم، تو چرا قبول کردی؟ تو عمرت یه حرف حسابی زدی، اونم همینه. او چی میخوان اینجا؟ مگه اینجا سینماست؟ واقعا خدا رو شکر امروز اعصابم راحته. این گرفتاری مالیم که حل شد، مثل که یه کوه از رو گردن برداشتن. ببرمین الحمدلله. مرسی. اصلا خودم نفهمیدم که جوری حل شد. دخترم 30,000 تومان کمک کرد. از کجا جور کرد؟ قرض الحسنه آقای فرصتی، قرض الحسنه. هنوز آدم خوب پیدا میشه. میگه کوه به کونه میرسه، اما آدم به آدم میرسه. این آدمای خوب کجان که به امام یه کمکی بکنه؟ سر موقعش میرسه. همین کار خدا. آقای فرصتی، کسی که با خدا باشه هیچ وقت در نمیاد. بله. 6 ماه حقوق بازنشستگی ما پیش بروش کردم 5,000 تومان. نوش جونش کار منو راه انداخت. بذ 1,000 تومنش همون بخوره. این 35 تومن هنوز تا 80 تومن خیلی مونده. ماشین همایونم 10,000 تومن قیمت کردن. همین روزا قراره معامله بکنه. 10,000 تومن هم آقای رئیس قول دادن به من کمک کنن که از سال دیگه ماه به ما قسطی از حقوقم برداشت بکنن. این یکی دیگه من باور نمیکنم. چند دقیقه دیگه باور میکنی؟ قرار ساعت 11 صدام کنی. تا 80 تومن هنوز 15 تومن دیگه کم بود. اونی که اون بالا نشسته خودش همه چی رو جور میکنه. بله. پریشب از فکر خیال این خونه و بی پولی خوابم نمیبرد. پاشدم رفتم رو پشت بوم. این کاسه آسمون رو نگاه کردم. اشک تو چشم پر شد. گفتم خدایا یه غلطی کردم، توش موندم. تو هیچ وقت نذاشتی نوروز خان در بمونه. این دفعه به خودت واگذار میکنم. 2 روز طول نکشید، همه کارا جور شد. خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. نوروز خان، آقای رئیس با شما کار دارم. بفرمایید، ز رحمت گشاید در دیگری. با اجازه آقایون، ببخشید، معذرت. چطور این در رحمت به روی ما باز نمیشه؟ از حق نباید گذشت نوروز خان، با جون و دل کار میکنه. مگه من و تو کم جون میکنیم؟ از جای دیگه آب میخوره. حالا باید دید از کجا آب میخوره. از همون چشمه که پسر آقای رئیس آب میخوره. آقا تهمت نزنیم. منظوری که ندارم، اونا قراره با هم وصلت کنن. مردم زیرنگن. بی خود نبود دختره رو هر روز میابرد اداره. از این به بعد هر جور گرفتاری داریم باید دم نوروز خانو ببینیم. دوست دیده؟ آره، انگشتر 100,000 تومانی رو فروخته 30,000 تومان. پولش هم داده به اون دختره بی سر و پا. خودش کجاست؟ من از خونه انداختمش بیرون. ممکنه بیاد پیش تو، تو هم باید بندازیش بیرون. اون نوروز خان صندوق داره دزد، خودت هم باید بندازیش بیرون. همش زیر سر اونه. شدیدی چی گفتم؟ سلام. یه مش دزد دوره براتون گرفتم. پسر دزدی، صندوق داره دزد. سلام. همه دزدن. تو متوجه نیستی؟ یه مش دزد دوره براتون گرفتم. پسر دزدی. دزده، پسر دزده، صندوق داره دزده. دوست دوست، من پسر دوست نمیخوام. شما از حماقت این جوان خام استفاده کردین. صندوقدار شرکت باید مورد اعتماد باشه، اما شما دیگه مورد اعتماد نیستین. میدونین چرا؟ برای اینکه در این سرقت خانوادگی شما هم شریک بودین. من یه عمر با صداقت زندگی کردم، از این ماجرام هیچ اطلاعی نداشتم. پسر شما هم گناهی نداره، در این کار حسن نیت داشته. بفرمایید، اینم پولتون. منم تو شرکتی که بهم اعتماد نداشته باشن کار نمیکنم. 5,000 تومان مساعده گرفته بودی. دیگه بیتر بیاد. ناراحت نباش، زندگی نشیب و فراز داره. گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت. اگه آدم یه جا بمونه مثل مرده بو میگیره. بریم. بفرمایید قربان. قربان تبریک عرض می‌کنم. یه عرض خصوصی داشتم.
با نفوذی که جناب عالی روی آقای رئیس دارید یه لطفی بفرمایید. باشه بعد باشه بعد. خیلی متشکرم. خداحافظ. سلام عرض میکنم قربان. سلام علیکم. سلام قربان. خیلی معذرت میخوام. اگه ممکنه با آقای رئیس بگین یه قدر مصاحبه به بنده رو با آقای نوروز خان بکنید. چشم امید ما به شما. خیلی متشکرم میشم اگه به عرض بنده برسید. سلام قربان. سلام برید کنم. خواهش میکنم برید کنم. شاید من تو این زندگی وسیله ناجور بودم. حالا در هر صورت ماشین نیست، خونه نیست، اما فریدون هست. عیب نداره. عوضش از حال پیاده ها با خبر میشی. همینطورم از سال بی خونه ها. امشب اولین شبیه که حتی یه سقف نیست که من زیرش بخوابم. لحظاتی از یادم میفهمه هیچ چیز مال خودش نبوده، حتی خودش. خیلی تلخ. احساس میکنم از همیشه خالی ترم. بی خودی هم. مرد باش. بیا بریم. تازه به قول خودت اولین شبیه که مال خودتی. وقتی که اینا رو داری احتیاج به ماشینم نداری. قصه سقفم نخور. ما تو خونمون یه سقف داریم. خدا شانس بده. ساعت 10 اومده، ساعت 11 داره میره. کارتیش کلفته. خب معلومه نور چشم آقای رئیسه. من اونجا دادم 7000 تومانم برای مصالح باید بدم. 4500 تومانم که بابت لوله کشیه. 3000 تومان قسط اوله. 30000 تومانش رو پس دادی؟ مال خودشون بود. مساعده رو چرا پس دادی؟ بابت گچ بود. مساعده رو چرا پس دادی؟ 30000 تومانم بابت گچ. اونجا نمیخوان دیگه من کار کنم. حقوق بازنشستگی تو که پیشخور کردی. شرکت هم که نمیخوای بری، پس از کجا بخوری؟ 25 20 و 20. از کجا قسط رو بدی؟ لا اله الا الله. آخه بابا ساختمون از کجا میخوای بابا میذاری به بدبختی برسم؟ برو عوضی حرفا به کارت برس. برو فکر شوم کن. با کدوم برنج، کدوم روغن، کدوم چراغ، با کدوم آشپزخونه؟ توی اتاق کوچیک جونم به لبم رسیده. 30 سال تو 8 اتاق فرش کرده خانومی کردم، حالا توی اتاق خرابه رو گلیم باید زندگی کنم. درست میشه عزیزم، قصه نخور. 3 ماه دیگه این خونه درست میشه مثل دسته گل. بازم تو 8 اتاق خانومی میکنی. حالا پاشو برو یخت فکر شام کن. امشب فریدون مهمون ما. حالا تو این یه دونه اتاق مهمونم دعوت کردی. نامزد دخترمونه. باباش از خونه بیرونش کرده، نمیتونه تو خیابون بخوابه که. مگه شب اینجا میخوابه؟ جا قد بود اومده تو این خونه وسط بر بیابون. آدمیزاد اینجا لخت میکنن. ای با خاک به سرم بمیرم. چی شده دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ به بدبختیم گریه میکنم. زندگیمو نمیبینی؟ چرا؟ همش تقصیر خودته. از اول هر کاری کرد هیچی بهش نگفتی تا به این روز افتادی. آخه عقلم خوب چیزیه. کسی که میخواد خونه بسازه یا مهلت میگیره یا خونه اجاره میکنه، زن و بچهش راحت باشن. فکر نکردی 4 نفر آدم توی اتاق خرابه چه جوری زندگی میکنن؟ خانم جان سلام علیکم. سلام مهمان. به سلام و زهر مار. حالا بیا سر کار. کدوم کار؟ من این عزیزی کسی کار میکنه؟ یه هفته است مزدمون رو ندیدی مهمان. مگه من باید مزد بدم؟ برو اصحاب کار بگی. اصحاب کار میگه دادم به مهمار. این میگه دادم من دادم. بیچارم اون اینو زه گردن اون، اونم اینو زه گردن این. بابا چه خبره؟ چیه؟ چه داد میزنین؟ ده ناروز خان بیا جواب اینا رو بده. امام باشی باز جر داری میزنی. پیروز 5000 تومن دادم که حساب اینا رو صاف کنی. 500 تومنش دادم با آهنگر. 4500 تومنش هم مساله خریدم. ساختمون خرج داره. برای مساله که من چک وعده دار دادم. این پول مال این بیچاره ها بود. آخه معمار باشی سزاوارو که مزه این بیچاره ها رو بگیری بریزی تو جیب. بریزم تو جیبم؟ من جیب لامصا کار گذاشتم. چی شده معمار باشی؟ ابدی گرامت بپر. هر انگیز خانم شما قضاوت کنی. روز اول تو خونتون گفت چند حساب میشه؟ 200000 تومان. تا حالا 300000 تومان دادم. اینی که ملازمی بفرمایید. راست میگه آقا جون، این زندگی واسه اینو درست کردی؟ فرنگیز تو دخالت نکن. چی شده دخالت نکنم؟ با زندگی مردم چرا بازی میکنی؟ به تو مربوط نیست.
خیلی هم به من مربوطه. ما با هم فامیلیم، تو فامیل که کلک نمیزنن. فرنگیز خفه شو. بره خفه شو، برای گرد حق میزنه. میدونی چیه؟ این آقا دوتا خونه بساز و بفروش با این ساختمون شروع کرده و توش مونده. هر وقت حساب پول به میون میاد قولش یادش میره، دروغ میگه. خفه شو. چی شد فرنگیز جان؟ چی شد؟ ناراحت نم. چه خبره نوروز خان؟ چیزی. دو تا پیمونه برنج اضافه کن. فرنگیز هم امشب اینجاست. دوست دارم. از اینجا تا روز قیامت. امشب اولین شب زندگیمونه. برای امشب شب عزیزیه. شب یکی شدن من و توه. حس میکنم آدم دیگه ای شدم. از گذاشتم بدن میاد. انگار تازه به دنیا اومدم. میفهمم که زندگی یه جوری دیگه است. زندگی رو باید همین جاها پیدا کرد. اونا چی کار میکنه؟ فسق و فجوره. نگه خونه ندارن که اینجا خاک تو سری میکنن ها؟ لابد خرابه مزدش بیشتره. خرابه بیابون چرا آه میکشی؟ یادم غازی پاتا افتاد. زندگی رو باید تو چشمای تو پیدا. چشمای من دروغ میگه؟ نه هیچ وقت دروغ. چیه؟ چه خبره؟ اونجا فسق و فجور میکنه. یعنی فسق و فجور. آجر بزنی تو سرش. آجر بزنی تو سرش. آره همچی بزنی که یامان بیارم. عجب تو روزمونه شده. اینجا خوب نیست. عوضش هیچ کس اینجا نیست. فقط ستاره ها ممکنه به ما حسودیش باشه. اون بیر اول من. بیا بیا بالا. بچه‌ها بیا 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 خانم بزرگ دیگه دیر وقت شب باید بمونیم. نوروز خان تعارف نکنین، جاتون تنگه، دوتا مهمون دارین، من دیگه زیادی هستم. همایون جون بلند شو منو برسون خونه مادر. با فقط شما یه نفر زیادی هستین. چه حرفا مادر؟ هیچ کس زیادی نیست. ایران جون پاشو شام نازی و فریدون رو بیار، حالا دیگه باید پیداشون بشه. باشه ماما. ایوا خدا مرگم بده. بله شده نازی داشتیم جام بشه. چند تا آدم با چوب ریختن سرمون. چونی که اینجا ببینم بابا دوست بودن. شاید شبگرد بودن. باید چون بی زحمت یه حوله و یه خورده آب گرم بدین صورتش رو خیلی کنم. حالا دوست بودن یا شبگرد؟ نه دوست بودن نه شبگرد. این دوست ها چرا نمیان ما رو بزنن؟ ایوا پس آخه اینا کیا بودن ریختن سر شما؟ هرچی بوده تموم شده، چرا بازخواست میکنی؟ بله سلوات بفرستین، بزرگ میشن یادشون میره. دیگه هم یادتون باشه که شب حواس پیاده روی نکنین. باشین حالا شامتونو بخورین. باشین دیگه باشین. ما شامیمونو خوردیم. آره اینها تو خوردی این که نخوردی. خواستی منم بخورم. خیلی خب ولی یه لقمه خواب که پیدا میشه دیگه خواب گشنگی سیری نداره که. خاک بسرم این همه آدمو کجا میخواین بخوابونین؟ همایون جون برایش منو برسون خونه. خانم جون ساعت ده شبه. بابا یه شب که هزار شب نمیشه. من همتون رو جا میدم. سب کن در این لاف در این لاف همایون بیا سرش میگیرم. میگم خوب شدیم لاف کرده نفروختیم. خنش کنیم وسط اتاق. خشنگ خنش کنیم.
باریکلا همه همون میریم زیر لحاف خاک رو سرم کنن همه همون زیر یه لحاف بخوابی من الان درستش میکنم اون بالشتر رو کمک کنیم بیاریم اول فریدون رو بیاریم بیدو خواهد بیدو خواهد بابا جون نکرد خیلی ممنون بیشیم بیا فرنگیش آره بالشتر رو بیاریم زنها این طرف میخوابن مردای طرف بریم زیر بینم لباس خوابم دیگه نمیخواد همینجور با لبار خوابی اما سرده با لبار نمیخوابین خوابم نمیبره تمام اون چیزایی رو که یک عمر من میکردم به سرم اومده چه که بی محل دست مردم دادم بست بانک عقب افتاده پول کارگرا رو یه هفته است ندادم کار ساختمون لنگه باید مصالح بخریم حقوق بازنشستگی من که 6 ماه پیش خورد کردم از شرکتم که بیرونم کردم چه خونم که هست چطوری بخوابم بابا من خوابم نمیبره چرا بابا جون چرا که شما حرف میزنی دیگه حرف نمیزنی بابا بخواب بخواب جون بخواب بخواب بابا جون میخوای ماشینمو بفروشم 6-7 تومنی میخرنش نه بابا تو هم عشقت این بود که این خونه ساخته بشه با ماشین بیای توش خب پس چی کار میکنی نمیدونم والا من میفروشمش بابا جون من نمیذارم ماشینو بفروشی فهمیدی؟ این موضوع به من و پدرم مربوطه به من مربوطه که باید منتظر تاکسی بشم نمیفروشه بابا بیا برو بخواب اصلا ماشین مال خودمه میخوام بفروشمش دیرم نمیخواد بفروشی بابا جون چه خبرتونه خانم جون خوابیده؟ بیچاره خانم جون من دم در انداختن هی زیر گوشم داردار میکنن میگن خانم جون خوابیده خانم جون خوابیده فرنگیس خانم چون نمیخواد سرتون بپرسید دلم خوش بود که شوهرم تونه خانم جون خوابیده؟ بیچاره خانم جون من دم در انداختن هی زیر گوشم داردار میکنن میگن خانم جون خوابیده خانم جون خوابیده فرنگیس خانم چرا نمیخواستی سرتون بپرسید دلم خوش بود که شوهرم یه ماشین داره اونم داره میفروشه خرج ساختمون بکنه خب این ساختمونیه که خودتون رو دست ما گذاشتی فرنگیس وقتی قرض دور پدرمو گرفته شب خوابش نمیبره من ماشین نمیخوام این بابایی که اینقدر سنگشو به سینه‌ت میزنی آیا حاضر یه دونگی خونه رو به اسم تو بکنه بابا من که این خونه رو با خودم تو گور نمیبرم مال بچه‌هامه دیگه 6 دانگش مال ایناست نه خیر یه دانگش مال منه یادت رفته 20,000 تومن جیرنگی ریختم تو دستت خانم یه دانگ این خونه 80,000 تومن میشه 20,000 تومن شما با نزولش هم 80,000 تومن من نزول خورم من نزول خورم 20,000 تومن پول بی زبون ریختم تو دست این مرد حالا به من تهمت میزنه ایران همش تقصیر توئه اگه نمیومدی گریه زاری کنی هرگز پول دست این مرد من نمیدادم مگه تو گریه زاری کردی ولی خانم جون بخوام مردشور پول اون خانم جون رو ببرن که اگه میدونستم 70 سال سیاه نمیگرفتم مردشور خودت ببرن با این خراب شده که برای دختر بیچاره من درست کردی خانم جون آقا جونم در واقع برای راحتی مامان خودشو زحمت انداخته زحمت خودش سرش بخوره دختر بیچاره منو آلا خون بالا خون کرده برو خدا رو شکر کن که تو این خونه مهمونی بدی بلا چی؟ بیرونش میکردی؟ جرأت داری بگو با کی پا بیرونش میکردم پس منم بیرون کن خواهش میکنم شما بفرمایید آقا فرنگ تو یه چیزی بهش بگو خانم جون مگه بچه شدی نصف شب کجا میخواید برید مامان شما یه چیزی بگو مگه نصف شب میشه تنها بره منم باهاش میرم بابا جون مامان هم داره میره چیکار کنم برم رو دست پاشو میافتم الهی این خونه رو سرت خراب بشه الهی که چا زیر پات باشه بابا راست راستی دارن میرن آخه خیلی خوب برو برسونش بریم خدا خواب دیگه رسیدیم بیا پایین دسته که میذارم تو دست نوروز خان تا دیگه واسه طلبت صبح زود در خونه نیاد ببینیم و تعریف کنیم معمار بیا بریم رو دیواره ایتو هنوز نچیدیم مگه مساله نداریم مساله داریم کارگر نداریم معمار پس اینا چی هستن کار نمی کنن پس بفرما اومدن اینجا مهمونی چرز کنن
چرا نمیرین سر کارتون؟ دوباره شدی که باشین؟ ما چرا نظری کار کنین؟ تا موزمونو ندین از جامون بلند نمیشین. نظری نه نه به بابا را نمده. حالا امروز هم برین کارتونو بکنین. آخه هر روزه که ماز نگرفتین. ناروز خان! ناروز خان! چیه بابا چیه؟ چیه؟ بیا بابا جواب اینا رو بده. جوابشو من نباید بدم که؟ مگه نگفتی موزه بنا با من؟ بنا رو گفتم اون حاضره، حرفی نداره، اما کارگرا مزدشون رو میخوام. اصلا از امروز کارگر نمیخوام، خودم میخوام عملی کنم. اون تایی بارو ترکاره باشه بریم، این بارو دیوار زبه چی میدن جلا میخوام خودم کار کنم. یه طرف کار اومده از کاری که خودش داره عملگی میکنه چه جوری طلبمو وصول کنم؟ زیر قرارداد شما امضا کردی، من پولمو از شما میخوام. من آرایش اینه که بریم سر کوچه چند تا سبقه بخریم بیاری بدی امضا کنی که آخرن دست یه جای به هم باشه. خیلی خوب، بیا بریم. نه من تو فامیل رو درواسی دارم، حالا ببینم شما میتونید تمامش رو وصول کنید. به من میگن اصلا خط خطی، من برای این کار کلی ابزار دارم انتخاب کنیم. من فرمایشی ندارم، اینا باش فرمایش دارم. نوروز خان تویی؟ نه بابا من عملشم. خودش کجا؟ خودش فردا میاد، یعنی نه فردا میگم نمیگم پس فردا میاد، یعنی اگه بخوایم واقعا وصول بکنیم در روز دیگه میاد. یا امروز وصول میشه یا اربابت خط خطی میشه، فهمیدی؟ من اهل شوخی موخی نیستم، من اینجا بست میشینم. نوروز خان، نوروز سیمان تشریف ندارن. آخه سیمان میخوان. تو کارت ادامه بده، من میرم سیمان میخرم. باشه برو برو. سارا حسن خط خطی رو شیر مالیده، خط خطیش میکنم. به خدا اگه امروز پول نده چکو میذارم اجرا. من گذاشتم اجرا، اومدم اتمام حجت کنم. کسی که پول نداره غلط میکنه خونه میسازه. ولی نوروز خان مال مردم خور نیست، نداره که بده بابا. خب پول نداره خونهشو بفروشه. آره راست میگه، اگه نداره خونهشو بفروشه. اجاره رو با پولای ما رو هم گذاشته. فکرشو نکنی، یا بدهیشو میده
یا دست جمعی خونه رو سرش خراب میکنین. ببینی پشت سر چی میگه؟ من شوهرم این ماشین نمیدم. چه نمیخوای؟ تو ماشین دارم. برو آبجوت سوار کن و بر بگردون. کجا میری؟ میخوام برم ماشین رو بفروشم. ببریم، نمیخواد بفروشی. آخه جواب طلبکارا رو چی میدی؟ پول ماشین تو جواب اینا رو نمیده. بیا بریم. ای وای بابا جون، آخه میذاشتی میرفتم میفروختم. نمیخواد. نوروز خانومت چاقو تو تیز کن. آقا جون پسرموتو پسرمو اینجا چیکار می‌کنی؟ سلام، بند کفشمو ببرم قربونتو برم. پسرمو شرمندم واسه اون چک. اگه یه ما به من مهلت بدی برات یه فکری میکنم. اختیار داری، مهم نیست قربونت برم. این حرفا چیه که میزنی؟ یه وقت فکر نکنی واسه خاطر اون چک اومدم ها. از اینجا رد میشدم اومدم یه سلام بکنم. خب دیگه مزاحمت نمیشم، میدونم خیلی گرفتاری، یه عده منتظر هستم. برو به کارت برس، فکر چکم نکن. خدا حسن آقا، همچی که رسیده باید داره خواهده یک قریب رو بخوره بزنید. یارتون فخت باشید. خیلی خوبصون نروشن آمد. به من سرک میزنی؟ چرا همچی میکنی؟ شیکم تو همینجوری پاره میکنم. این که شیکم من نیست، این کیسه سیمانه. بگی از پایی میرم اینه چی میگن؟ آقایون چرا خودشون ناراحت میکنن؟ شما طلبکاری، من بدهکارم. این که بحثی نداره. الان ترتیبش میدم، کاری میکنم که همه تون راضی از این در بیرون بریم. آقا شما چقدر میخواین؟ 22500 تومان. 22500. شما؟ 5000 تومان. 7400 تومان. بله 7400. شما؟ 17000 تومان. شما؟ 15000 تومان. 15000 تومان. آقایون میتونن یه ما به من مهلت بدن؟ از وسط شاقت خیلی خوب. حالا این چاقوتو غلاف کن. خیلی خوب. چش مولد نمیدین دیگه. خیلی خوب. چرا بله برو بسن الان سب یه دق سب. خیلی خوب هم اینجا سر کنی نکت بکنی کجرا وقتی رفته دوباره دستو چکر. We'll be right back.
کدوم هر رفتن؟ از این ور رفتن. نه بابا از اون ور رفتن. من که دیدم راست رفتن. بالاخره هر کدوم هر برن. به نظر من از سه حال خارج نیست. یا از این ور رفتن یا از اون ور رفتن یا از راست رفتن. اصلا درد نکنه برای آنمان کرده. من تا دینار آخر پولم ازت میگیرم.
نمیخواد کسی بره بالا، خودشو الان میفته. اون لاب بگیر بنده خودم بکشمش پایین. بیام بریم بابا، میفته پایین خودش گردن ما رو میگیره. الو الو جناب سرباز، الو الو، یه مش دوز قاتل ریختن اینجا، جون زن بچه ما در خطره، رفتن رو تراس، الان یکیشون رفته رو تیراهن وسط زمین و آسمون، اگه اسلحه داشتم خودم مغزشو داغون میکردم. بابا دکتر بالا برو فکر هر شب هفتش باش، عمل تلفن میاد تو پاریس. بابا جون خطرناکه، خواهش میکنم بیاید پایین. بابا جون چرا خدا بیایی پایین؟ تو دیگه خفه شو، بیا پایین گیره اینا بیافتن. آخه تو یه چیزی بگو دیگه. آقا جون من میدونم شما، در واقع چطور بگم، خب اگه اجازه بدین من بیام، یعنی فریدونم میتونه به شما کمک کنه که بیاید پایین. بیاید پایین فریدون، برو بالا. پایین ها اینجا واسه من نمیام پایین. اروای خالت تا فردا صبح اینجا با میستم. من تا پس فردا همینجا خوابیدم. ابراهیم مرد مرد کنه بازی را بذار کنار، اگه نیایی پایین به جرم سرده منبر جریمه میشین. به بدهیامون یکی دیگه هم اضافه شد. شنیدی این سرد معبر جریمه داره. برین خونه هاتون بابا. سروانه ایزه میدیم برم از اون بالا بندازم اشتایی. اگه بیای بالا من خودم میریزم پایین. میداختم پایین. خودم میریزم پایین. بار پایین، بار پایین. من نمیام. تا اینا اینجا باشیدم من نمیام پایین. نمیام، نمیام. تو هم برو تو. بکشین بالا. بکشین بالا. راستی دارم خودم میدیدم پایین. آقایون بفرمایید کنار، بفرمایید کنار، متفرق بشید. برید چه خواهش میکنم، بفرمایید کنار. بابا جون شوره خودمون رو بکشین پایین. بابا جونم جونش در سر. آقا یه وقت میاسته من رو باشه باید شوره دیگه میشین ایجی. آقا چرا خواهد تو باید بکش بالا.
تومن، 400,000 تومن، 450,000 تومن، 500,000 تومن، 550، 560، 560 و 1، 600,000 تومن، 600,000 تومن، 600,000 تومن، 600 فروخته شد. الحمدلله، خدا رو شکر، بده یا اونو دادیم 350,000 تومن هم واسه مونده. خب الحمدلله. بچه ها که خونه آپارتمانی و خونه مدرن میخواستن فرستادم سی خودش. خودم اومدم دو منطقه همین خونه ای که یه روزی 300,000 تومن فروخته بودم 400,000 تومن خریدم. 50,000 تومن قرض بالا آوردم که باید قسطی بدم. خب خب خونه قدیمیه، اما آدم توش احساس آسایش میکنه. بله بله. شما الان تو این حوض خونه نشستی احساس آرامش نمیکنی؟ چرا؟ ولی به نظر من کلنگیه. بله خونه کلنگیه، بهتر این خونه رو خراب کنین جاش خونه مدرن بسازین. چرا همچین کردین؟